جهان ما و فراتر از آن. برنامه فضا با همکاری آژانس فضایی اروپا. 16 فوریه در کورو واقع در جزایر گویان. این فضاپیمای سنگین وزن 780 تنی با خود دستگاه تغذیه خودکار یوهان کپلر را به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی حمل می‌کند. این 42 پرتاب موفق از مجموعه پرتاب‌های آریان 5 از مرکز فضایی گویان است. این موفقیت و اعتبار را می توان به دو عامل مهم نسبت داد. عامل اول تجربه طولانی و قابلیت بالای اروپا که از رهگذر تلاش دو نسل از مهندسان اروپایی حاصل شده، و دومین عامل مربوط می شود به فرایندهای اجرایی که در ساخت و کنترل این امکان را فراهم می سازند تا خطر و ریسک فنی به پایین ترین میزان کاهش یابد، و همچنین فرایندهایی که در زمان پرتاب به ما این اطمینان را می دهد که با فشار دادن یک کلید پرتاب با موفقیت به مقصد از پیش تعیین شده انجام خواهد شد. Quasiment sûr que le lanceur va remplir sa mission. در مورو واقع در شرق پاریس، شرکت آسترالیوم در این بنای عظیم اولین بخش آریان 5 را ساخته است. این دستگاه سیمتری قرار است 160 تن اکسیژن مایع و 25 تن هیدروژن مورد نیاز موتور برودتی آتش فشان 2 را بارگیری کند. هنگامی که یک ارکستر را تماشا می‌کنیم، ملیت نوازنده ویالون یا ساز دیگری را نمی‌پرسیم. آنچه را ما شاهدیم هماهنگی و نحوه اجرای هماهنگی موسیقی است. اینجا نیز تقریباً در وضعیتی مشابه قرار داریم. نقش شرکت آستریوم به عنوان رهبر و هدایت مجموعه همکار در تولید فضاپیماست. فضاپیمای اروپایی که 12 کشور در ساخت آن مشارکت دارند. نقش ما در واقع اجرای موسیقی در قالب یک مجموعه است که به پرتاب موفقیت آمیز فضاپیما منتهی خواهد شد. اجزای مختلف فضاپیما که جداگانه در کشورهای مختلف اروپا ساخته شدند، به بخش دیگری در آن سوی اقیانوس اطلس، یعنی به مرکز فضایی گویان در کورو منتقل می شوند، جایی که قطعات و اجزای این پازل به دقت مونتاژ خواهند شد. پس از آن مقصد سکوی پرتاب خواهد بود. همه چیز از دهه 60 آغاز شد، در بحبوحه جنگ سرد، زمانی که اروپا در حال توسعه صنعت فضایی خود بود. اولین ماهواره ها ساخته شده بودند و فقط پرتابشان مانده بود، که البته کار آسانی نبود. آلمان و فرانسه تصمیم گرفتند تا ماهواره‌ای با هدف ارتباطی تجاری بسازند، اما نیاز بود تا آن را به فضا پرتاب کنند. از این رو با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شدند. آمریکایی‌ها در صورت پرتاب ماهواره می‌پذیرفتند که هدف آن غیر تجاری باشد. در واقع فرانسوی‌ها و آلمان‌ها مجبور بودند غیر تجاری بودن ماهواره را بپذیرند. سرانجام آمریکایی‌ها ماهواره را پرتاب کردند. به نظر می‌رسد مسئله برای طرف فرانسوی سیستم ایجاد جرقه بود. آنها نیاز داشتند تا مستقلاً با آن دسترسی داشته باشند. در این بستر بود که آنها از موضوع تأسیس سازمان فضایی اروپا پشتیبانی کردند. رالف راجر یکی از پیشگامان این صنعت است. او از نزدیک در جریان تمامی مراحل و فراز و نشیب‌هایی بوده که فضاپیماهای آریان آنها را پشت سر گذاشتند. ویژگی انتباخ‌پذیری و قابل اطمینان بودند به آریان این امکان را داده تا بیش از نیمی از بازارهای جهانی فضاپیماهای تجاری را از آن خود سازد. من فکر می‌کنم بدون آریان ما قادر نخواهیم بود صنعت مستقل اروپایی تولید ماهواره را ایجاد کنیم، به این دلیل که قادر نخواهیم بود اطمینانی کافی در زمینه این صنعت فراهم کنیم. در موزه هوا و فضای فرودگاه بورژه در پاریس شاهد نمایش آریان 5 هستیم.
مدیر فضاپیمای سازمان فضایی اروپا نقاط قوت استراتژی پیش رو را توضیح می‌دهد. سوال اصلی این است که اهداف ما چه هستند؟ اطمینان از اینکه اروپا تضمین و استقلالی در دستیابی به فضا و همچنین حضور در بازار تجاری برای ارائه بهترین امکانات و گسترش خدمات در صنایع مورد نظر. تردیدی نیست که رقابت دشوار است و این موضوع ما را وامی دارد تا به تحولات مربوط به فضاپیماها توجه داشته باشیم. خواهیم دید که این فضاپیماها خود را با بازار انطباق می‌دهند و ما هر آنچه را باید انجام خواهیم داد. faremo il possibile in questo senso. Certo, dobbiamo pensare comunque al futuro. در مقر آریان در نزدیکی پاریس هستیم. اینجا آینده را در پیش رو داریم. این فراخوانی است که همه جا مشاهده می‌شود. سال 2011 برای فضانوردان سالی ویژه و پر از دستاوردها و نوآوری‌ها خواهد بود. آنچه در سال 2011 شاهدیم در ادامه موارد مطرح در سالهای گذشته است. نکته جدید اولین پرتاب سایوز از گویان خواهد بود. سایوز فضاپیمایی متوسط است و در مقایسه با آریان 5 خیلی کوچکتر است. اولین پرتاب این فضاپیما در پایان تابستان صورت می‌گیرد. از آنجا که سایوز از قزاقستان 22 پرواز موفقیت‌آمیز را در کارنامه داشته، ما با روسیه یک همکاری را آغاز کردیم. در پایگاه سینماری در مرکز فضایی گویان، عملیات پشتیبانی مربوط به سکوی پرتاب سایوز در حال انجام است. در سالن کناری فضاپیماهایی البته در شکل تغییرافته آن در حال مونتاژ هستند. در واقع اینجا گامی جدید در جهت ساخت فضاپیماهایی برداشته می شود که اولین نوع آنها اسپوتنیک و یوری گاگارین را به فضا فرستاد و البته 1700 پرواز با 98% موفقیت نماد آن محسوب می شود. کوچکترین آنها را نباید فراموش کرد. این وگاست که سازمان فضایی اروپا آن را ساخته و از آن میتوان در مأموریت‌های کوچک و تحقیقات مربوط به زمین و برنامه‌های علمی استفاده کرد. اولین پرتاب وگا در سال 2011 به وقوع خواهد پیوست. از این رو سال 2011 بیش از هر زمان دیگر شایسته عنوان پرتاب فضاپیما هاست. سکوی پرتاب وگا عملاً آماده شده است. این فضاپیما با طراحی ایتالیایی و در کولفرو واقع در 100 کیلومتری جنوب روم ساخته شده است. در ساخت آن از تکنیک به کار گرفته شده در فرمول 1 استفاده شده. اما چگونه می توان یک فضاپیما را به کار انداخت؟ این به تکنیک‌های به کار گرفته شده در سایوز، آریان و وگا مربوط است. سایوز کاملاً متفاوت از آن دوست. برای اینکه تکنیک مورد استفاده در آن روسی است، در حالی که تکنیک‌های مورد استفاده در آریان و وگا نقاط مشترکی دارند. اما این گروه فضایی آریان اسپیس است که هر سه فضاپیما را پرتاب خواهد کرد. این موضوع برای ما از نقطه نظر فنی و اقتصادی سودمند است و پاسخگوی تمام آن چیزی است که سازمان فضایی اروپا با راه اندازی آریان اسپیس در جستجوی آن بوده است. سازوکارهای مورد استفاده در مراحل مختلف پرتاب همگی بر اساس معیارهای استاندارد و تحت نظارت گروه آریان اسپیس طراحی شدند. برای وگا نیز هیچ مشکلی وجود ندارد. اما برای سایوز باید سیستم جاگذاری برخی قطعات آن را به طور عمودی قرار داد، برعکس آنچه که در قزاقستان مورد استفاده قرار می گرفت. برای آریان 5 آیا نوآوری های صورت گرفته است؟ این آریان است با 15 سال سابقه فعالیت، پس با احتیاط بیشتری باید با آن برخورد کرد. به آیندهش به ویژه در کوتاه مدت باید اندیشید. اولین چیزی که باید توجه داشت ارتقا و بهبود آن است. حمله ماهواره‌های بزرگتر یکی از موارد مطرح در رقابت‌های کنونی است که روسیه و همینطور ما متوجه آن هستیم. پرتاب همزمان دو ماهواره کم کم به موضوع رایجی تبدیل می‌شود و از این رو باید بدان هم توجه داشته باشیم. پرتاب
پرتاب دو ماهواره به طور همزمان یکی از ویژگی‌های آریان است. باید توجه داشت که از سال 2016 ماهواره‌ها به خاطر موتورهای قوی‌ترشان سنگین‌تر نیز خواهند بود. یکی دیگر از ویژگی‌های آن موتوری است که ماهواره‌ها را حمل می‌کند. این موتور به این صورت عمل می‌کند که دو ماهواره را در دو مدار مختلف قرار می‌دهد. این ویژگی یکی از مزیت‌های رقابتی قابل ارائه به مشتریان است. اما این فناوری چه چیزی برای شهروندان عادی به همراه دارد؟ حاصل این همه تلاش برای آنها چه خواهد بود؟ اولین جنبه مورد نظر دسترسی به فضا و فراتر از آن به تمام آن چیزی است که پژوهش‌های علمی و فضایی در جستجوی آن هستند. ما برنامه‌های تلویزیونی را تماشا می‌کنیم که از طریق ماهواره دریافت می‌کنیم. ما از طریق تلفن با دیگران صحبت می‌کنیم که البته از طریق ماهواره کار می‌کند. به دشواری می‌توان تصور کرد که تمام آنچه ما در جریان زندگی روزمره به کار می‌گیریم به لطف فضاست. جنبه دیگر به حوزه کاری برمیگردد. منظورم متخصصان است. در واقع ما با فناوری پیشرو روبرو هستیم که در هزاران حوزه کاری و البته با سطح بالایی حضور دارد و این امر برای بازار رقابتی اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سال 2011 برای فضاپیماهای اروپایی سالی پرسرعت خواهد بود. پرسرعت اما حیاتی، از این جهت که اروپا با صحنه رقابتی گسترده‌ای روبرو است و البته برای پیشتاز بودن باید نوآوری‌هایی هم داشت.